امروز آغاز شده کار ثبت نام خودرو، یعنی عزیزانی که حساب وکالتیشون کامل بوده و 100 میلیون در اون موجود بوده و از طریق بانک اعلام شده به سامانه و حائز شرایط عمومی هم بودند که شرایط عمومی نداشتن پلاک فعال و مواردی که حالا وقت ازانو نمیخوام بگیرم، اینها میتونن در سامانه خودروی مورد نظرشون رو انتخاب بکنن. حدود 51 مدل خودرو از شرکت‌های مختلف وجود داره که انتخاب میشن توسط متقاضیان و بعد از 28 عملا دیگه بقیه فرایند که عبارت است از گرفتن برنامه تولید خودروسازان و اصطلاحاً مچ کردن و هماهنگی با لیست تقاضاها و دادن نوبت برای تحویل خودرو در فروردین این فرایند انجام خواهد شد و انشالله تا آخر فروردین حد اکثر البته ما متقاضیان متوجه میشن که نوبتشون کی خواهد بود و نسبت به اون مدت میتونن تصمیم بگیرن که در فرایند باقی بمونن و تکمیل وجه بکنن و یا اینکه انصراف بدن و خارج بشن. ضمناً از همین امروز هم امکان انصراف وجود داره. آقای قالیباف، قبل از فرآیند انتخاب خودرو همطور که اشاره شد متقاضیان میباید که حساب وکالتی نزد بانک ها ایجاد کنند. چه تعداد حساب وکالتی از 20 تا 23 اسفند به نام سازمان حمایت ثبت شده؟ حدود 900 هزار حساب وکالتی رو ما فهرستش رو از بانک های عامل گرفتیم. منتها یه سری هم اشکالاتی وجود داشته که من حالا پیام هایی رو دریافت کردم. سامانه 124 ما یه سری گلایه ها و شکایاتی رو ثبت کرده که باید بهش رسیدگی بکنیم، اما در مجموع روی 900 هزار تا میشه صحبت کرد و این حالا دقت فرمایید ما اینجا هیچ وقت هم نگفتیم محدودیتی در عرضه خودرو و فروش خودرو داریم و قرعه کشی هم که حذف شده، ولی با این وجود 900 هزار تقاضا اومده. حالا من فکر میکنم یه مقدارم حالا شرایط عمومی رو شاید نداشته باشن، کمتر بشه، اما نکتهش اینه که اون تقاضاهای چند میلیونی که خاطر شما و بینندگان هست دیگه ظاهرا اینها تقاضاهای واقعی نبودن و عزیزانی اومدن برای خلاصه نرخ‌گیری و به دید سرمایه گذاری نگاه میکردن به خودرو که الان با این حالا مقدماتی که ما درسته. آقای قالیباف، حالا زمانمون کمه، سهم خودروی مادران هم که لحاظ شده در این طرح؟ دقیقاً 50% کل عرضه ها مربوط به مادران مشمول قانون جوانی جمعیت هست. متشکرم از توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنم.